دست در دست هم دهیم، به مهر میهن خیش را کنیم آبا. رادیو و تلویزیون میهن. با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بیپایان از سرکار هم و خانم و جناب آقای سعید بهبهانی به این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 15 خرداد 1403 و مطابق با 4 ژوئن 2024 709 برنامه از 14 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم می‌کنیم. خدمت شما عرض کنم که یک شنبه آینده روز جهانی صنایع دستی و روز ملی فرش. من در جوانیم خیلی از وسایل خونه رو عوض کردم، مثلا فنجون نلبکی چینی رو با فنجونای گلی همدانی آبی رنگا عوض کردم، بشقاب و این چیزا رو همینطور. خیلی از دوستانم می آمدن می خندیدن به من، ولی خب یکی از دیوونگی های جوانی من همین بود که می خواستم تو خونه همه چی از صنایع دستی ایران باشه. خب از این مسئله بگذاریم، برنامه امروز کمی سنگینه، زود شروع کنیم بریم سر اصل برنامه. برنامه امروز درباره واژینیته. واژینیت چی هست؟ ببینید بعضی از کلمات رو فارسیشو نمیشه گفت ولی فرانسهشو میشه گفت در تلویزیون و در رادیو، همینطور در گفتگوهای عمومی. یکیش هم همین کلمه هست. واژینیت یعنی التهاب واژن که اغلب به دلیل عفونت ایجاد میشه، اما نه همیشه. این مسئله، این واژینه منجر به تحریک، خارش یا احساس درد در ولو یا واژن و همچنین ترشحات غیر طبیعی واژن میشه. ما همچنین از ولو و واژینیت هم صحبت میکنیم که شایع‌ترین دلیل برای مشاوره پزشکی با خانم هاست. انواع مختلف واژینیت. واژینیت عفونی شایع‌ترین واژینیت توسط میکروارگانیسم هایی است مانند باکتری ها، ویروس ها، انگل ها یا مخمر ها. توسط اینا ایجاد میشه. مخمرها یک قارچ میکروسکوپی هستند. واژینیت عمومی میتواند به دلیل اختلال در تعادل محیط واژن ایجاد شود. واژن محیطی است که بسیاری از میکروارگانیسم های محافظ در آن زندگی میکنند که فلور واژن یا فلور دودرلین رو تشکیل میدن. تعادل خوب این فلور به جلوگیری از تکثیر
باکتری ها و یا مخمرهای مضر و جلوگیری از عفونت کمک میکنه. محیط واژن دارای پهاش نسبتاً اسیدیه. تغییر در پهاش و یا فلور غیر فلور واژن همینطور غیر طبیعی بودن میزان گلوکوز و گلیکوژن و آنتیبادی ها و سایر ترکیبات در ترشحات واژن می توانند فلور واژن را نامتعادل کنند و به همین دلیل مسائل دیگری هم مانند سن، مقاربت جنسی، بارداری، قرص های ضد بارداری، اقدامات بهداشتی یا عادات لباس پوشیدن میتونه فلور واژن رو مختل کنه و این میتونه منجر به رشد بیش از حد غیر طبیعی باکتری ها یا قارچ های موجود در واژن بشه. واژینیت مخمری ناشی از انواع مختلف مخمر و از خانواده کاندیدا که به اون میکوز یا کاندیدوز و کاندیدوز واژینال هم گفته میشه. واژینوز باکتریایی ناشی از باکتری بله ناشی از باکتری گاردنرلا واژینالیس از همه شایع تره و میتونه همینطور ناشی از عفونت مقاربتی باشه که در طول رابطه جنسی با شریک آلوده باعث ایجاد واژینیت میشه. به این نوع واژینیت میگن واژینیت تریکومونیاز یا انگلیسیش تریکومونیازیس که بر اثر ورود انگل تریکومونات و واژینیاز وارد بدن میشه. بعد از این ما میرسیم به انواع واژینات یا انواع واژینیت میرسیم به واژینیت آتروفیک. این باعث خشکی واژن و این نوع واژینیت به دلیل کاهش سطح استروژن پس از برداشتن تخمدان ها و یا برداشتن تخمدان ها با جراحی یا در دوران یائسگی ایجاد میشه و سپس شاهد نازک شدن و کاهش مخاط واژن هست که حساس‌تر و راحت‌تر تحریک میشه و بعدش نوبت میرسه به واژینیت تحریکی. التهاب واژن میتونه ناشی از مواد شیمیایی تحریک کننده و یا واکنش‌های آلرژیک ناشی از اسپرم کش ها، دوش گرفتن دوش واژن، مواد شوینده، صابون های معطر، نرم کننده های پارچه و کاندوم های لاتکسی باشه که بدون روان کننده هستند و یا روان کننده بسیار کم دارند و یا همینطور استفاده طولانی مدت از تامپون ایجاد میشه. توجه داشته باشید که ما در این برنامه عمدتا تمرکزمون روی واژینیت عفونیه که تقریبا 90% موارد واژینیت رو نشون میده. عوارض احتمالی واژینیت: به طور کلی واژینیت عارضه ای ایجاد نمی کنه. با این حال
اونها میتونن در خانم های باردار مشکل ایجاد کنند. در واقع واژینیت ناشی از باکتری یا انگل تریکوموناس واژینالیس میتونه باعث زایمان زودرس بشه. واژینیت باکتریایی و تریکومونیال همچنین خطر ابتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی یا HIV و سایر عفونت ها رو در رابطه جنسی محافظت نشده با شریک آلوده افزایش میده. علاوه بر این، برخی از واژینیت ها ممکنه تمایل به عود داشته باشه، یعنی دوباره بر میگرده. بنابراین تقریبا نیمی از خانم هایی که کاندیدیاز واژینال داشتن با عفونت دوم مواجه میشن. در مجموع تقریبا 5% از خانم ها در سنین باروری و بیش از 4 مورد عفونت کاندیدیاز در سال را داره. با این حال واژینیت عود کننده می تواند به طور قابل توجهی کیفیت زندگی را تغییر بده و پیشامدهای قابل توجهی بر زندگی جنسی خانم های مبتلا داشته باشه. همچنین درمان آنها دشوارتر. علائم واژینیت: درد و خارش در واژن و اغلب در ناحیه ولو. ولو منظور لبهای واژن. تغییر قابل توجه در بو، مقدار، بافت و رنگ ترشحات واژن ممکن است نشانه واژینیت عفونی باشد. در صورت عفونت قارچی ترشحات اغلب مایل به سفید و ظاهری کشکدار هستند، مثل شیر بریده، مثل کشک. وقتی عفونت باکتریایی باشه نسبتاً خاکستری یا زرد و بدبو هستند. احساس سوزش یا سوزش در هنگام ادرار و در حین مقاربت، همینطور تورم و قرمزی ولو، خونریزی خفیف واژن و در موارد نادر بسیاری از خانم های ناقل عامل واژینیت عفونی هیچ علامتی ندارد. انگل تریکوموناس واژینالیس می تواند چندین سال در واژن باقی بماند بدون اینکه هیچ علامتی ایجاد کند. حالا چه کسانی در معرض خطر هستند؟ خانم های مبتلا به دیابت که بیماری آنها به خوبی کنترل نشده، اینها بیشترین حملات واژینیت را بر اثر حملات هایپرگلیسمی تجربه می کنند و بیشتر مستعد مبتلا به واژینیت مخمری هستند. مخمرها به گلوکوز علاقه دارند. خانم های حامله واژینیت مخمری در دوران بارداری 10 بله بله خانم های حامله احتمال این که واژینیت مخمری بگیرن در دوران بارداری 10 تا 20 برابر شایع تره. واژینوز باکتریایی هم شایع و 15-20% خانم های باردار را تحت تاثیر قرار میده. دلیل اصلی افزایش سطح استروژن
و سطح گلیکوژن واژن و سطح قند خون در خانم های باردار خواهد. عوامل خطر برای واژینیت و همینطور واژینیت مخمری و واژینوز باکتریایی. علائمی که دیده میشه: خستگی ناشی از کمبود خواب، پیروی از رژیم کاهش وزن، استرس، دارو، بیماری یا هر شرایط دیگری که سیستم ایمنی بدن را ضعیف میکنه، مصرف آنتیبیوتیک ها، زیرا آنتیبیوتیک ها فلور باکتریایی طبیعی واژن را میبرند، کورتیکو استروئید ها همچنین میتوانند رشد کاندیدا رو تحریک کنند، مصرف قرص های ضد بارداری در بعضی از خانم ها و پوشیدن لباس های زیر ساخته شده از پارچه های مصنوعی و همینطور لباس های تنگ که گرمای بدن رو حفظ کنند و محیطی مرطوب برای مرطوب رو برای تکثیر مخمر کاندیدا ایجاد میکنه. همینطور مصرف غذاهای حاوی قند بالا، درمان با استروژن، استفاده منظم از دوش واژینال برای اهداف بهداشتی اگر 3 بار یا بیشتر در ماه انجام بشه، یا همینطور استفاده از محصولات ضد عفونی کننده و استفاده از آیودی مسی، از همه مهمتر داشتن یک شریک جنسی جدید یا شرکای جنسی جدید. این فرضیه در مورد واژینوز باکتریایی تریکومونیازیس یا تریکومونیاز در رابطه جنسی محافظت نشده با یک شریک آلوده یا چندین شریک جنسی پیش میاد. پیشگیری از واژینیت. اقدامات پیشگیرانه اساسی: بهداشت را رعایت کنید، به خوبی آبکشی کنید و ناحیه تناسلی را به درستی خشک بکنید. با این حال مراقب باشید که زیاد شسته نشه یا از محصولات ضد عفونی کننده استفاده نکنید که غشای مخاطی را ضعیف بکنید. پس از اجابت مزاج از جلو و عقب پاک بکنید تا از گسترش باکتری ها از راست روده به واژن جلوگیری کنید. از استفاده از محصولات معطر مثل صابون، حمام حبابدار، دستمال توالت و تامپون یا همینطور از شورت های خیلی نازک و باریک استفاده نکنید. استفاده از دوش برای اهداف بهداشتی هم خوب نیست. خودداری کنید. دوش گرفتن تعادل هورمونی فلور واژن رو تغییر میده. از دئودورانت واژینال استفاده نکنید. تامپون و نوار بهداشتی رو به طور مرتب عوض کنید. لباس زیر نخی بپوشید. از نایلون و جسترینگ پرهیز کنید. جسترینگ برای اونایی که مثل هم بی سوادن، شورت هایی که مثل یه نخ میمونه. در صورت امکان لباس های زیر رو با کمی ژاول و در آب داغ بشویید تا میکروارگانیسم ها را از بین ببرید. دوستانی که آمریکایی که من دارم، دوستان ایرانی آمریکایی که من دارم، اینا دوست دارن به جای کلمه آب واژل از بلیچ استفاده کنن. منظور از آب واژل همون بلیچ شماست.
شبها بدون لباس زیر بخوابید تا هوا در اطراف دستگاه تناسلی و ولفا گردش کنید. از پوشیدن شلوارهای خیلی تنگ و جوراب شلواری نایلونی خودداری بفرمایید. از نگه داشتن مایوی خیس خودداری کنید. رابطه جنسی محافظت شده داشته باشید تا از خطر ابتلا به تریکومونیاز و سایر عفونت‌های مقاربتی جلوگیری بشید. اقداماتی برای جلوگیری از عود بیماری: عادات غذایی خوب را در پیش بگیرید. محیط واژن بازتابی از وضعیت عمومی بدن شماست. برای جلوگیری از عفونت واژن یک رژیم غذایی متعادل، همینطور برای کمخونی لازمه. از برای تقویت تعادل فلورا واژن و تحریک عملکرد سیستم ایمنی، مصرف غذاهای غنی از ویتامین آ و بتا کاروتن مانند گوشت، دل و جگر، سیبزمینی شیرین، هویج و اسفناج لازمه. همینطور مواد غذایی که حامل ویتامین سی هستند، مثل فلفل قرمز و سبز، گویاو، کیوی و مرکبات. همینطور احتیاج دارید به مصرف روی که در صدف، گوشت مثل گوشت گاو و گوساله و بره و مرغ، حبوبات و غلات کامل، مخصوصا برای وجهیت مخمری توصیه میشه. از مصرف بیش از حد قند از جمله آب میوه های شیرین شده خودداری بفرمایید. پروبیوتیک: مصرف پروبیوتیک ها به شکل ماست می تواند مفید باشد. همینطور اگر کپسولش هم بگیرین، کپسولش هست در کاسکو 50 میلیاردیش هست، در والمارت هم هست، میتونید کپسولش تهیه کنید، ولی میتونید در ماست هم خیلی زیاده، میتونید از ماست هم استفاده کنید. کفیر و ماست یک غذایی در اینجا بهش میگن تمپه. هرچی گشتم فارسیش رو پیدا نکرد. و همینطور کلانتورش، اینها به حفظ سلامت فلوره روده کمک میکنه. ببخشید یه لحظه اجازه بدین یه کمی آب بخورم. بله، مصرف بیش از حد قند از جمله آب میوه های شیرین شده مصرف نکنید، چون قند خون میبره بالا. مخمرها خیلی قند شیرین دوست دارن و همینطور این کفیر رو کلانتورش و اینا هم به حفظ سلامت فلور روده کمک میکنن و هم به حفظ سلامت فلور واژن. حالا چجور واژنیت رو درمان کنید؟ اگر فکر میکنید به واژنیت مبتلا هستید، برای تشخیص قابل اعتماد ضروری است که با پزشک مشورت کنید. گاهی اوقات لازمه یک نمونه برداری از واژن گرفته بشه، نه نمونه برداری
سلولی، نمونه برداری ترشحی بهش میگن پپ اسمیر، تا علت عفونت مشخص بشه و اطمینان حاصل بشه که فقط خشکی واژن نیست. همچنین در صورت بروز علائم واژینیت همراه با تب یا علائم غیر عادی مثل استفراغ، درد شکم و غیره، همینطور در هنگام بارداری خطر ابتلا به عفونت مقاربتی یا عفونت‌های متعدد واژن در ماه‌های آخر بارداری ضروری است که با پزشک خودتون مشورت کنید. درمان‌های کلاسیک 90% واژینیت را در کمتر از 2 هفته و حتی گاهی در چند روز در صورت کم بودن عوامل خطر درمان می کنند. واژینیت مخمری در صورت بروز علائم آن را با شیاف های واژینال یا کرم های ضد قارچ درمان می کنند و قبل از خواب در واژن از اونها استفاده میشه. حتی در دوران قاعدگی و در خانمهایی که قبلا این عفونت را داشتن. بله، خانمهایی که قبلا این عفونت را داشتن آشنا به علائم آن هستند و میتونند با مشورت داروساز این داروها را که با نسخه یا بدون نسخه تهیه میشه خریداری کنند. درمان های خوراکی نیز با نسخه در دسترس هستند. حالا از اسم این داروها بگذاریم. گاهی اوقات عفونت های قارچی عود میکنند. بنابراین مهم است که به دنبال علت زمینه‌ای باشید و از عوامل خطر اجتناب کنید. لطفاً توجه داشته باشید که واژینیت مخمری یک عفونت مقاربتی نیست. با این حال شریک جنسی آنها تنها در صورت داشتن علائم باید درمان بشه. هنگامی که عفونت توسط گونه‌ای از کاندیدا نادرتر از کاندیدا آلبینکس ایجاد میشه، این در 80% موارد درمان با اسید بوریک داخل واژن پیشنهاد میشه. واژینوز باکتریال، قرص ها، ژل ها یا کرم های حاوی آنتیبیوتیک برای درمان واژینوز باکتریایی تجویز میشه. رایج‌ترین داروی مورد استفاده مترونیدازوله که به صورت خوراکی یا خوراکی همراه با واژینال تجویز میشه. همچنین میتوان از کلیندامایسین استفاده کرد در طول درمان با مترونیدازول و تا 48 ساعت پس از آن باید از مصرف الکل خودداری شود، چون الکل ممکنه باعث گرفتگی عضلات تهوع و استفراغ میشه. خب اینجا یه دقیقه صبر میکنیم. الان این تلفن من زنگ زد، این رو خدمت شما عزیزان عرض کنم. اگر آخر برنامه وقت بود یه کلیپ هم خدمت شما نشون میدم. این هفته من روزی 3 تا یا 4 تا تلفن فقط از کاستکو به من میشه. هفته 6-7 تا تلفن برنده میشم، آیفون برنده میشم.
از کانادین تایر، از جاهای دیگه مرتبا جایزه میگیرن. اینا همش حق بازیه. هموطنان عزیز من، میزان حق بازی خیلی زیاد شده. طبق استاتستیک کانادا در سال گذشته 68 هزار کانادایی قربانی این حق بازی ها شدن. مواظب باشید، مواظب باشید، باز هم مواظب باشید. خب اگر لازم باشه و دیدید که این درمان ها انجام شد ولی علائم باز وجود دارن، مجددا به پزشکتون مراجعه کنید، چون مراجعه مجدد واقعا ضروریه. هیچ درمانی برای شریک جنسی مرد توصیه نمیشه. اگر خانم باردار باشه، حتی در صورت عدم وجود علائم درمان ضروری است. تریکومونیاز یا تریکومونیازیس باید با یک دوز داروی مترونیدازول، بله دو مرتبه تاسکو در زنگ، بله باید با یک دوز داروی مترونیدازول که با تجویز پزشک تهیه میشه درمان میشه. برای این نوع واژینیت مهمه که همه شرکای جنسی به طور همزمان درمان شوند تا بدون توجه به علائم از عود آن جلوگیری بشه. در طول درمان با مترونیدازول و تا 48 ساعت پس از آن باید از مصرف الکل خودداری بشه. الکل ممکنه باعث گرفتگی عضلات، حالت تهوع و استفراغ بشه. مترونیدازول نباید در 3 ماهه اول بارداری تجویز شود. بله. سپس پزشک از کلوتریمازول به صورت کرم یا شیاف داخل واژینال استفاده میکنه. علاوه بر این بعضی از کارشناسان توصیه میکنند که خانم های شیرده پس از مصرف دوز مترونیدازول شیردهی را به مدت 24 ساعت متوقف کنند. چند نکته اضافی مهم اینه که دوز تعیین شده توسط پزشک رو تا پایان درمان رعایت کنید، حتی اگر علائم ناپدید شده باشد. درود بر گوش شنو. در صورت تداوم علائم یا ظاهر شدن مجدد 2 هفته پس از درمان به پزشک خود اطلاع دهید. یعنی اگر بیماری 2 هفته بعد از درمان باز برگشت یا علائمش برگشت، بلافاصله به پزشکتون مراجعه بفرمایید. برای جلوگیری از درد و در نتیجه انسداد جنسی بعدی، جلوگیری از عفونت مجدد و کاهش حملات به مخاط واژن، باید در طول درمان از روابط جنسی اجتناب شود. در غیر این صورت از شرکای جنسی خود بخواهید از کاندوم استفاده کنند، مشروط بر اینکه رابطه جنسی دردناک نباشد. برخی از کرم‌های روغنی کاندوم لاتکس رو ضعیف می‌کنند. از پزشکتون اطلاعات بخواهید درباره همه مشکلاتی که پیش میاد، استفاده از کاندوم یا بازگشت بیماری یا استفاده از داروها یا هر سوالی که دارین از پزشکتون بپرسید.
وظیفه‌شه که به شما اطلاعات لازم رو بگه. اگر نپرسید ممکنه یادش بره بگه. در صورت احتمال بارداری حتما به پزشکتون اطلاع بدید. یادآوری: ناحیه تناسلی خانم ها باید به خوبی درمان بشه تا در حد اکثر امکان از واژینی جلوگیری بشه. مهمترین چیز این است که آن را به حال خود رها کنید و به آن حمله نکنید. لباس زیر یا شلوار جین خیلی تنگ باعث اصطکاک یا سوزش میشه. بدون شستشوی تهاجمی، بدون شستشوی روزانه، بدون استفاده از ضد عفونی کننده، بدون تامپون هر روزه. بدون عطر، بدون شستشوی تهاجمی، بدون شستشوی روزانه، بدون استفاده از ضد عفونی کننده خوب نیست. بله اینها، بعد اینا رو گفتم. بله و همینطور از دوش واژینال خودداری بفرمایید. اگر مشکلی پیش اومده، مشکلی دارید، حتما با پزشکتون مشورت کنید. این ناحیه از بدن شما شایسته توجه. اگر از تشخیص مطمئن نیستید دارو نخرید، باروری خود را به خطر نیندازید، زیرا عفونت مقاربتی را با عفونت قارچی اشتباه میگیرید. اگر این مسائل پیش اومد حتما با پزشک مشورت بکنید. حالا بریم سراغ درمان های مکمل برای درمان واژینی. دو قسمت داره رویکردهای مکمل. اول برای پیشگیریه. برای پیشگیری پروبیوتیک ها. فلور طبیعی واژن عمدتا از باکتری های مفیدی است مانند لاکتوباسیلوس اسینوفیلوس تشکیل شده که با تکثیر میکروارگانیسم های مضر مقابله میکنه. بنابراین تجویز واژینال این باکتری های خوب و همینطور پروبیوتیک ها میتونن وسیله برای پیشگیری از عفونت های مکرر واژن باشه. تجویز واژینال پروبیوتیک ها به طور مؤثر با واژینوز باکتریایی مبارزه میکنه. بنابر یک کارآزمایی بالینی که در سال 2010 با حدود 100 خانم در معرض واژینوز باکتریایی مکرر انجام شده نشان داده که مصرف روزانه کپسول های پروبیوتیک واژینال میزان عود عفونت ها رو تقریبا 75% کاهش میده. کپسول ها به مدت 2 هفته و با 1 هفته استراحت بین هر دوره درمان میشه. متاسفانه در موارد واژینیت مخمری پروبیوتیک ها چه به صورت خوراکی و چه واژینال بی اثر به نظر می رسند. عدم وجود اثرات نامطلوب بر روی جنین پروبیوتیک ها را به گزینه جذاب برای خانم های باردار تبدیل می کند. برای درمان اسید بوریک. برخی از آزمایشات بالینی اثر بخشی اسید بوریک به شکل کپسول واژینال رو برای درمان واژینیت مخمری ارزیابی کردند. اسید بوریک دارای خواص ضد عفونی کننده و ضد قارچی است.
خدمت شما عرض کنم. زمان بچگی های من که آنتی بیوتیکا به اندازه الان وجود نداشت، از اسیدوریک برای عفونت های چشمی، شستشوی عفونت های چشمی هم استفاده می شود. یکی از اولین آزمایشاتی که منتشر شد بر روی 108 بیمار مبتلا با واژینیت مخمری بود. درمان با کپسول های حاوی 600 میلی گرم اسید بوریک بسیار مؤثرتر از درمان با نیستاتین بود و نیستاتین 100,000 واحد در روز. یک ضد قاچ سنتی، نیستاتین یک ضد قاچ سنتی که با این درمان اسید بوریک مقایسه شده و نتیجهش این بوده که میزان درمان با اسید بوریک 92% و میزان درمان با نیستاتین 64% موفقیت آمیز بوده 10 روز بعد از درمان و پس از 30 روز 72% از خانم های تحت درمان با اسید بوریک در مقایسه با 50% از خانم هایی که با یک ضد قارچ درمان شده بودند بهتر. بله، یعنی در اینها بیماری عود نکرده. آزمایشات جدیدتر از سودمندی اسید بوریک برای درمان واژینیت مخمری مخصوصا در خانم های دیابتیک که دچار واژینیت کاندیدا گلابراتا شدند مؤثر بوده. موارد منع مصرف به علت عدم وجود اطلاعات در موارد ایمنی اسید بوریک در خانم های باردار، آنها باید بله آنها نباید از این درمان استفاده کنند. عوارض جانبی یا ساید افکت اسید بوریک میتونه باعث تحریک و احساس سوزش بشه. تحت هیچ شرایطی نباید روی زخمهای باز از اسید بوریک استفاده کرد. ملاحظات: کپسول های اسید بوریک را میتوان بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد، اما در صورت درخواست داروساز باید اونها را تهیه کنند. بعضی از متخصصان پیشنهاد میکنند که این درمان را برای خانم هایی که واژینیت کاندیدای راجعه دارند و درمان های سنتی در آن را بی اثر است اختصاص دهند. اسانس ملالوکا یا روغن اساسی ملالوکا، اسم دیگر ملالوکا هست تیتری، یک درختیه که در استرالیا وجود داره و روغن اساسی از برگهای اون گرفته میشه. این هم روغن اساسی ملالوکا هم خیلی موثره برای کسانی که واژینیت کاندیدای تکراری دارند. آزمایش‌های متعدد آزمایشگاهی اثر میکروبکشی این اسانس را بر روی چندین پاتوژن کلاسیک واژن از جمله
از جمله تریکوموناس، واژینالیس و کاندیدا آلبینکس ثابت کرده. با این حال هنوز هیچ مطالعه انسانی برای اثبات اثر بخشی و ایمنی آن در درمان عفونت های واژن وجود ندارد. در سال 1962 یک متخصص زنان نتایج یک سری مطالعات موردی را که روی 130 خانم انجام داده بود منتشر کرد که عفونت های واژن آنها فقط با روغن اساسی ملالوکا درمان شده بود، یعنی با دوش های واژینال با محلول 1% اسانس و تامپون واژینال خیس شده در محلول 20% از اسانس ملالوکا که در واژن نگهداری شده بود به مدت 24 ساعت نگهداری شده بود انجام داد. و پس از این دیگه چیه بار ول نمیکنه. برای همین من صدای تلفن رو بستم که وسط برنامه زیاد گیر نزن. بله، پس از مقایسه نتایج این مداخلات با نتایج به دست آمده در گروه کنترل تحت درمان با شیافهای حاوی میکروبکش مصنوعی، نویسنده به این نتیجه رسید که دو درمان اثر مشابهی داشتند. نویسنده یک مطالعه موردی گزارش داد که بیمارش با امتناع از درمان سنتی با مترونیدازول از واژنیت باکتریایی خود استفاده کرد، از تامپون‌های آغشته به اسانس یا روغن اساسی ملالوکا استفاده کرده و با موفقیت بیماری رو درمان کرده. با این حال هیچ مطالعه بالینی در مقیاس بزرگ نمیتونه این مشاهدات رو تایید کنه. داروی گیاهی بعدی که استفاده شده اکیناسه سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنه و التهاب رو کاهش میده و به همین دلایل به طور سنتی در درمان واژینیت استفاده میشه. خدمت شما عرض کنم که اینجا دمنوش اکیناسه رو خیلی راحت میتونید بخرید. قوطی های 25 بسته ایش که 25 تا بسته دمنوش داره حدود 4-5 دلاره، بسته گوی که از کجا بخرید. البته کناسه برای سرماخوردگی، برای گریپ، برای همه بیماری های باکتریایی اگر در 24 ساعت اول مخصوصا استفاده بشه بسیار مفیده. یک گیاهی هستش میگن گلدن سیل کانادایی، این یک آنتی بیوتیک طبیعیه. یه اسم دیگه هم داره بهش میگن هیدراستیس کانادین. یک این گیاه دارای خواص ضد عفونی کننده و قابضه که نشون میده که چرا به طور سنتی برای واژینیت عفونی از اون استفاده میشده. خواص داروی گلدن سیل به خواص ضد باکتریایی و ضد قارچی الکلوئیدهای آن مثل بربرین نسبت داده میشه. اگرچه دوش واژینال 3 یا 4 بار در روز با دم کرده 6 گرم ریشه خشک و ریزوم به ازای 150 میلی لیتر آب جوش به مدت 5 تا 10 دقیقه وجود دارن. یه خط که
بله به مدت اگرچه مطالعات بالینی در انسان وجود نداره، اما مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی خواص آن را تایید کردهاند. مقدار مصرف دوش واژینال 3 تا 4 بار در روز با دم کرده 6 گرم ریشه خشک و ریزوم به ازای 150 میلی لیتر آب جوش به مدت 5 تا 10 دقیقه دم کنید و بعد استفاده کنید. به طور این من مصرف هم داره برای سایه گلدسیل در دوران بارداری منع مصرف داره، چون الکالویدهایی که در اون وجود داره میتونن باعث انقباضات رحمی بشن و در نتیجه بچه زودرس دنیا بیاد. نارون قرمز به طور سنتی برای درمان التهاب غشاهای مخاطی از جمله غشاهای واژه از نارون قرمز استفاده میشه. خواص درمانی آن در میان چیزهای دیگر به مسیلاژ موجود در مقادیر که در که مسیلاژ زیاد و موجود در مقادیر نب بد نمیشن مسیلاژ موجود در آن به مقدار زیاد هست و در پوست داخلی این درخت از پوست داخلی این درخت تهیه میشه. یعنی پوست درخت رو میکنن، از اون قسمت داخل پوست استفاده میشه و خواص درمانی زیادی داره، من جمله اجازه میده که این التهاب و عفونت از بین بره. مقدار مصرفش پودر پوست داخلی را با آب جوش قاطی میکنند، یه خمیر غلیظی درست میکنند و وقت صبر میکنند که این خمیر خنک بشه و از اون به صورت زماد در ناحیه هول استفاده می کنند. خدمت شما عرض کنم که این پودر نارون قرمز در بیماری های التهابی روده هم موثره، مثل کراون دیزیز و کولیت اولسراتوس. داروی بعدی سرکه است. سرکه به دلیل خاصیت ضد عفونی کننده و تراوت دهنده مورد استفاده قرار میگیره و مقدار مصرفش 3 فنجون سرکه رو به آب حمام اضافه کنید و برید در داخل وان و پاهاتون رو از هم باز کنید تا اون آب حمام وارد واژن بشه و یا واژن رو با محلول 15 میلی لیتر یعنی 1 قاشق غذاخوری سرکه سفره که در 1 لیتر آب ریختین برای گرفتن دوش واژن استفاده کنید و بشورید. استفاده از دوش معمولی دوش آب اگر 3 بار یا بیشتر در ماه انجام بشه ابتلا به واژینیت رو افزایش میده و ممکنه عوارضی به دنبال داشته باشه. بله، از طرف دیگه استفاده درمانی کوتاه مدت با پروبیوتیک ها، با روغن ملالوکا، با گلدن سیل یا سرکه میتونه به درمان واژینیت کمک بکنه. در حال حاضر داروهایی که لازم دارین برای درمان واژینیت مخصوصا
واژنت قارچی را میشه از داروخانه تهیه کرد، ولی توصیه میشه اگر اولین باری که دچار عفونت واژن میشین حتما به پزشک مراجعه کنین تا پزشک شما علت بیماری رو تشخیص بده و به شما در درمان تشخیص علائم و نشانه ها علائم بیماری کمک بکنه. اگر چندین شریک جنسی دارید یا یک شریک جدید دارید، ممکنه یک عفونت مقاربتی داشته باشید که نیاز به درمان خاصی داره، و اگر از داروهای بدون نسخه استفاده کردید و به نظرتون مؤثر نبوده، ممکنه واژینیت شما غیر قارچی باشه. در نهایت اگر باردار هستید یا اگر دچار درد در لگن یا تب هستید، به شما توصیه میشه که بلافاصله با پزشک خودتون مشورت کنید. خب امیدوارم که برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر خواستید راجع به مسئله خاصی صحبت کنم، لطف کنید ایمیل کنید. تکرار میکنم، فقط ایمیل، چون من مسنجر رو آدم دارم تو فیسبوک بنویسید و اینا رو نگاه نمی کنم. یا اگرم نگاه کنم جواب نمی کنم. خب وقت ما به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبریم. تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.